سلام دوستان وقتتون بخیر باشه روز سهشنبه یک اتفاق در آلبانی در کمپ منافقین رخ میده اتفاقی که به شدت اونها رو شوکه میکنه خبری که با تاخیر رسانه‌ایش میکنن برای اینکه تولیدات رسانه‌ای بسیار زیادی داشته باشن بتونن با تولیدات انبوه رسانه‌ای پوششش بدن و اون هم خبر مرگ یکی از سربازان فارسی زبان صدام بوده یکی از کسانی که در دوران جنگ تحمیلی هشت سال نوکری کرده برای صدام در کنار صدام سلاح به دست گرفته برای کشور جنگیده اینا ادعا نیستا در ویدیوی حالا همه اینها رو توضیح خواهم داد که ببینیم خودشون در برای این شخص چی میگن مسعود فرشی مسعود فرشی یکی از اناسوره... البته اناسور. البته که دیگه نه یکی از پیرمردهای خانه سالمندان تیرانا که روز سه‌شنبه جان خودش را از دست میده در یکی از بیمارستان ها در آلبانی این هم یکی از اخبار بودی که هفته گذشته در سا منتشر شده میخوام یکی دو تا ویدیو از این شخص ببینیم ببینیم که این شخص کی بوده بعد برسیم این که امروز چی کار میکرده بعد یه جمعندی داشته باشیم برای اینکه این شخص رو شما معرفی بکنم از خودم نمیخوام حرف بزنم میخوام ویدیوهای گروهک منافقین رو درباره این شخص با هم یه بررسی کنیم و اونها درباره این شخص چه نکاتی رو مطرح این ویدیو رو که در تعریف این شخص ساختن و تولید کردن رو ببینید ایران و ارتش آزادی بخش ملی سپری کرد او که از خلبانان برجستگ ارتش آزادی بخش بود در عملیات فروغ جاویدان از ناحیه دست تیر خورد بریم ادامه ویدیو رو ببینیم دیگه در میگن. دخشان از جمله به عنوان خلبان پای یکم تا تلاش های شبان روزی در سیمای آزادی برای رساندن صدای مردم به جهان خبرنگار پایی یکم که بعدا در سیمای آزادی مسئول رساندن صدای مجاهدین به جهان بوده حالا صحبت میکنم که تو سیمای آزادی چیکار کار میکرده یه ویدیو دیگه در باش ببینیم مسئول قهرمان مسئولیت تشکیلات هواداران مجاهدین در غرب آمریکا و مدتی هم همین مسئولیت را در کانادا بر عهده داشت مسعود این افرادی که اینها در عملیات فروغ جاویدان به قول خودشون یا عملیات مرساد که یک کمینگاه واقعی بود فراخان میزنن از نقاط مختلف دنیا جمع میکنن به اسم گروهی که میخوان برن ایران رو آزاد بکنن میارن کنار دست صدام قرار میدن و از طریق اونها به کشورشون حمله میکنن عمده اینها جوانهای ناگاهی بودن که فکر میکردن مسیر گروه که منافقین مسیر مقدسیه متوجه نبودن که چه داستانی قرار پیش بیاد قرار بدن در کنار صدام به کشورشون خیانت بکنند. چه کسانی اینها رو بردن در کمینگاه چه کسانی اینها رو بردن در مرساد به کشتن دادن چه کسانی اینها رو در مقابل وطن خودشون قرار دادن یکیشون مسئول فرشی بوده بر اساس این ویدیویی که خودشون ارائه دادن و دارن صحبت میکنن که از آمریکا و کانادا و نقاط دیگه اینها رو جذب می‌کرده این افرادی که ناگاه بودن خیلی از سیاست ایران نمیدونستن. و مسئول ایستادن بخشی از همین اعضای منافقین در کنار صدام و کشته شدن اینها در مقابل وطنشون همین بیوطن و امثال این بیوطن بودن به اعتراف خود اینها بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم قهرمان در عملیات فروغ جاویدان به صحنه شتافت در نبردهای قهرمانانه تنگی چارزبر دلاوران جنگی و با پاسداران چنگ در چنگ شد حالا من یه نکته رو تو عملیات مرساد به شما میگم احتمالا اینا خودتون میدونید در مرساد یکی از اتفاقات که رخ میده این بوده که خب نیروهای ما از یک نبرد به تمام معنا تازه فارغ شده بودن و فضا رفته بود به این کرد که جنگ تموم شده خیلی ها به خانه هاشون برگشته بودن به طور همزمان دو سه تا خبر در رسانه منتشر میشه یه خبر این بوده که صدام دوباره برگشته از جنوب کشور و وارد بخش از خاک ایران شده دوباره بخشی که قبلا تصرف کرده بود دوباره به تصرف در آورده یعنی شما به یک به خودت می اومدی من همین الان جنگ رو تموم کردم 7 سال جنگیدم حالا دوباره باید سلاح به دست بگیرم دوباره باید برم بجنگم کجا برم جنوب کشور یه خبر دیگه همزمان منتشر می شد و اون خبر این بود که آمریکایی ها تحرکاتی در خلیج فارس دارن یعنی ما احتمال دادیم که نکنه از خلیج فارس هم قراره به ما حمله بشه در حالی که صدام از جنوب به ما حمله کرد به یک بار این بی ها از غرب کشور حمله میکنن و یک اتفاق اونجا رخ میده ببینید جنس اتفاق خیلی اتفاقات عجیب غریبی بوده شبیه به معجزه رخ میده اونجا من برای شما بگم یکی از گروه های که اونجا حضور داشتن اینها نظامی هایی بودن که به صلاح مرزار بودن و متوجه میشن که یک دسته میاد عبور میکنه میره وارد خاکی کشور میشه هیچ واکنش نشون نمیدن بعد متوجه میشن که گروه که منافقین این مسیر اومده رفته و همین تعداد محدود نظارگر بودن و گروهک رفته در مرساد مونده اینها یکی از کسانی بودن همین همین چند نفری که روایت اینها مفصل قبلا هم در رسانه متشه شده اینها کسا بودن که اونجا زمانی که میفهمن منافقین اومدن رفتن اینها هم در منطقه مرزی بودن دقت نکردن چه اتفاقی رخ داده و جلوی به اصطلاح در از قفلت اینها استفاده شده ادی و وطن حمله کردن اینها غیرتی میشن اینها غیرتی میشن در اون شرایتی که منافقین در مرصاد مونده بودن اینها به منافقین حمله میکنن همین تعداد محدود یک خبر از سوی گروهک منافقین در به صلاح بیسیم هاشون اعلام میشه و اون خبر این بوده که ما محاصره شدیم از پشت دارن به ما حمله میکنن حالا محاصره در کار نبوده تعداد زیادی هم نبودن یک جماعتی بودن که احساس میکردن کمکاری کردن برای کشورشون باید جبران بکنن و همین ناهماهنگیه یعنی این گروهی که اونجا اقدام نکرده بوده بعد میاد وارد بازی میشه اقدام میکنه باعث میشه که گروه که منافقین دوچار شک بشه خوش در وضعیت محاصره ببینه و اونجا اشتباهات محاسباتی انجام بده که اون اشتباهات باعث شد اینها در مرساد بمونن و همونجا یک فاجعه بزرگ برای اینها رخ بده و یک اتفاق مهمتری اونجا رخ داد که من می‌خواستم روی مانو بدم اونجا که ما شوکه شده بودیم یعنی از جنوب کشور ما دوباره حمله شده بود آمریکایی‌ها میخواستن به ما حمله کنن و ما متعجب بودیم نیروهای ما به کجا باید برن رزمنده های ایرانی رو من به کجا باید گسیل بکنم اونجا که اتفاق رو خونده بچه های عراقی سپاه بدر رفقای باغیرتی که اینها اومده بودن در کنار ایران با صدام می جنگیدن و عزیزان اینها خیلی هاشون مجبور شدن عراق رو رها بکنن فرار کنن بیان ایران زندگی بکنن اینها اونجا از جمله گروه های بودن که از منطقه عبور میکردن متوجه میشه که یک نبردی اتفاق افتاده میان میرن در مقابل گروهک خائن منافقین میستن مردونه ایستادگی میکنن اونجا شهدایی رو هم میدن و یک ایستادگی مردانه از سوی این رفقای عراقی و رفقای افغانستانی که اونجا جان خودشون رو از دست دادن و یک عزیز فرانسوی ما در جنگ تحمیلی عزیز فرانسوی رو داشتیم اومد اینجا به خاطر مشهید شد عکسش رو دارید میبینید ایشون کسی است که در عملیات مرصاد به شهادت رسید در عملیاتی که اینها بچه های مردم رو جمع کردن آوردن و یک خیانتی رو برای وطن رقم زدند. ادامه یه ویدیوی خودشون درباره مسئول فرشی رو ببینید من چند تا نکته خدمت شما عرض خام کرد در یکی از صحنه های آن نبردهای تن به تن از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد او در عملیات مرواری به عنوان فرمانده یکی از یگانهای ارتش آزادی بخش در نبرد و در دادن درس فراموش نشدنی به رژیم آخوندی شرکت داشت این عملیات مروارید و عملیات دیگه که میگن عملیاتی بودی که نیروهای ارتش شما در اون به شهادت میرسن و اینجوری بسید داستان تعریف کنم یک جنگی بوده صدام به کشورتون حمله کرده بوده اینجا دیگه بحث مثلا سپاه و رژیم آخوندیو اینا نیست صدام به کشور شما حمله کرده بوده بخشای از جنوب کشور شما رو گرفته بوده مردمتون بسیج شدن برن با صدام به جنگن و نیروهای سپاهتون رفتن نیروهای ارتشتون رفتن اینها عملیات انجام میدن علیه نیروهای ارتش و علیه نیروهای سپاه بیشتر علیه ارتش و اوسرای از ارتش گرفتن بعضی از بچههایی که تازه اومدن از سازمان منافقین اومدن بیرون تو سازمان منافقین بوده اومده بیرون میگه آقا من اسیر بودم رفتم توی عراق اینها اومدن منو بازی دادن گفتن بیا عضو سازمان منافقین شو ما رهات میکنیم میفرستیم تو فرانسه جاهای دیگه یکی از این آقایون تعریف کرد میگفتش من به خودم گفتم که با میرم تو سازمان از این فشار شکنجه ای عراق خلاص میشم اما اونجا فرار میکنم میام بیرون و, و این افراد میرن اونجا فضای سنگینی برای اونها به وجود میاد بریم ادامه ویدیو رو هم ببینیم مجاهد لمگرتا بود این مسعود فرشی جلوی مریم رجوی داره به اصطلاح زرنگوزی هم شورشی مریمی خاک پای تک تک خواهران و برادران مجاهدم و نوکر دوم خلق قهرمان ایران مسعود فرشی حاضر 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 خب ما الان تقریبا فهمیدیم مسعود فرشی که بوده دیگه مسعود فرشی یک نیروی نظامی بوده از نظامی بودنشم شما اگر میخوایم بگیم بر اساس این چیزهایی که اینا میگن یکی از آچار فرانسه هاشون بوده که رفته خلبانی یاد گرفته رفته همه کار یاد گرفته در نبرد میدانی هم برای اینا کم نذاشته تیر خورده زخمی شده در خیانت به وطن دیگه همه کار کرده دیگه بر اساس اون چیزی که اینو میگن رفته در مرسا تیر هم خورده و همه کار کرده این مسعود فرشی چیکار میکرده توی این سالها یک تروریستی که خودش و رفقاش در کشته شدن چندین هزار ایرانی ده ها هزار ایرانی نقششن این سالها چیکار میکرده؟ مردم ایران شما چیکار کردید با اینا؟ ساده براتون بگم دندونهای های اینها رو کشیدین دندون این گرکهای گرک های درنده رو کشیدین تصویر شده دارید مشاهده میکنید کیبورد و موس و دوربین دادید دست اینا این آدم کسی بوده که به عنوان یک نظامی زبدهی که در مرسا تیر خورده خلبان بوده کارهای این شکلی انجام میداده این سالا کارش این بوده دلغکبازی بازی دل در یک تروریست رو کجای دنیا یکی بیاد برام تعریف کنه کجای دنیا یک تروریست رو میتونن طوری مدیریتش بکنن که تفنگ از دستش در بیاد دلقک بیاد جلو درون در بیاره آیا در دنیا حکومتی رو سراغ دارید بتونه با تروریست ها چنین برخوردی بکنه آیا کسی با داعش چنین برخوردی تونسته بکنه اگر من به عراقی ها به آمریکایی ها به اروپایی ها بگم که یک داعشی رو تفنگ ازش بگیرید بهش یاد بدید دلقک بازی بیاره نمیخندن آقا همچین چیزی نمیشه مگه میشه همچین کاری که بله ایران این کاری کرد ایران گرگ های درنده ای داشت دندون های اینها رو کشید دلقک بازی دست اینها کاری کرد که اینا برن دلقک بازی بیارن یه نمونه از دلقک بازی ببینیم جمع بکن. که تو داریا خلاصه <applause> میخوام برات بگم که تای <applause> برنامه جمع کرده باشی ترنی عزبا تو سر پایینی میگه اگه صداش واضح نیست من بگم میگه خودروی حکومت خودروی آقای خامنه ای تو سر هست و داره به سمت سقوط حرکت میکنه ترمز برونده فرمونم افت در رم رو برو. یا حکومت سرنگونه داره همینجوری میره ترمز هم بریده اینا تا دقیقه این تو اون خانه سالمندان توی تیرانا, توی تیرانا فریاد میزنه که آقا این حکومت کارش تمومه شاید کار خودشون تموم بوده اشتباه به ما میگفتن چون در نهایت اون کسی که به پایان رسید خود مسعود فرشی بود و این سرنوشت همه بیوطنهایی هست که به خاطر کشورشون رفتن خیانت کردند در مقابل ایران ایستادن در کنار صدام ایستادن ارتش فارس زبان اعراب رو تشکیل دادن در کنار عربستان ایستادن تهش شد این یک آدمی که سالها تلاش کرد با کشور خودش بجنگه تهش شد مسعود فرشی و اول دندونهاش رو کشیدیم تفنگ رو ازش گرفتیم دلقک بازی آوردیم شلو دیدیم دلقک انجام بده نشستیم نگاش کردیم سرگرم شدیم بعد از اینها چیکار کردیم بعد از اینها در یک خانه سالمندان در تیران، تیرانا اونجا فرستادیمشون و در نهایت خبر کشته شدن و مرگ اینها داره دونه رسانی میشه مرگ یک حقیقت هست یک روز هم ممکن هست ادعی ای یک ویدیویی پخش بکنن مرگ ما رو رسانه ای بکنن و از مرگ ما خوشحال بشن ما از مرگ این افراد خوشحال نیستیم من این رو صرفا رسانه ای کردم چرا خوشحال نیستیم اینم بگم چون وزنی برای ما اینا ندارن ما اصلا نفهمیدیم این کی بوده چی بوده چی کار میکرده فقط میدونیم که بر اساس این چیزایی که خودشون میگن یه آدم مهمی برای اونها بوده برای ما که وزنی نداشته خطری برای ما نداشته یه بار به با کشور ما حمله کرده سرب داغ روانش کردیم سرب داغ روانش کردیم ولی این ویدیو رو برای شما ساختم چون خودشون بر اساس گفتای خودشون این آدم آدم مهمی بوده میخواستم توضیح بدم که یکی از خفن ترین آدم های منافقین که اینا دیگه خیلی بهش مینازن ما در یک پروژه چهل ساله از ابتدای جمهوری اسلامی تفنگ رو ازش گرفتیم لباس دلقک بازی کردیم تنش که بیاد جلوی دورمین برای مردم ایران دلقک بازی در بیاره. شاهکاری که هیچکس در هیچ کجای دنیا با هیچ تروریستی نمیتونه انجام بده خیلی مخلصم پرچمتون بالاست نظراتتون رو در یک ویدیو اختصاصی خواهم خوند وقتتون بخیر